اینجا غزه است. دود، آتش و اجساد. شش روز می شود که حملات بیوقفه صهیونیست ها به نوار باریکی به نام غزه ادامه دارد و البته مقاومت فعالی که مقابل آن ایستاده است. اما اگر بخواهیم واقعیت این روزهای غزه را بهتر درک کنیم، باید این نامه مادر ساکن غزه را بخوانیم. نامه‌ای که رشید طلیب عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بخش‌هایی از آن را برای حاضران قرائت کرد و اشک ریخت. من متنی را برای شما می‌خوانم که مادری دو روز پیش در غزه نگاشته است. وی نوشته است: امشب فرزندانم را برای خوابیدن به اتاق خواب خودمان آوردم. اگر قرار بر مردن باشد، همه در کنار هم بمیریم. این نماینده مجلس آمریکا اشکش از یک تبعیض درآمده، از یک ادعا و از یک تناقض درباره یک کلمه، حقوق بشر. در حال حاضر حقوق مردم فلسطین برای مقاومت غیر خشونتبار متوقف و حتی جرم تلقی شده است. سران حزب ما با قدرت علیه جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل صحبت و این اقدامات را یهود ستیزانه تلقی می کنند. مادامی که این پیام از واشنگتن صادر شود که حمایت نظامی ما از اسرائیل بی قید و شرط است، دولت راستگرای افراطی نتانیاهو همچنان به گسترش شهرک ها، تخریب خانه ها و ویران کردن چشمانداز صلح ادامه می دهد. چراغ سبزی از سوی آمریکا و اروپا، کشورهای مدعی حقوق بشر به صهیونیست ها. بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تروریستی خواندن دفاع گروه‌های مقاومت از غزه و محکوم کردن آن از حمایت تزلزل ناپذیر خود از امنیت اسرائیل و حق مشروع اسرائیل در دفاع از خود و مردمش می‌گوید. چیزی که من تا به حال دیدم این است که واکنش افراطی عمده‌ای وجود نداشته است. جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید، از حمایت نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی می‌گوید. ما از مدت‌ها پیش در رابطه با مشارکت خود و همچنین حمایت نظامی خود از اسرائیل فعال بودیم. این همکاری مداوم بوده و هیچ چیزی در رابطه با این سیاست تغییر نکرد. نانسی پولوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از روابط بسیار مستحکم با اسرائیل خبر داده و گفته امنیت اسرائیل امنیت ملی آمریکا محسوب می شود. حماس امنیت اسرائیل را تهدید می کند و اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم کشتار زنان و کودکان فلسطینی را دفاع مشروع اسرائیل از خود خوانده و مدعی شده حملات موشکی به سرزمین‌های اشغالی باید متوقف شود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم بدون اشاره به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی حملات تلافی جویانه حماس را تروریستی خوانده و گفته این حملات باید بلافاصله متوقف شود. ما خواستار توقف فوری موشک پراکنی حماس هستیم. خواستار توقف ماجراجویی‌های حماس هستیم. حماس یک گروه تروریستی است که موجب شده جان اسرائیلی ها به مخاطره بیفتد. از اروپا نیز فرانسه تظاهرات را در این کشور علیه اسرائیل ممنوع کرده و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، حملات موشکی گروه های مقاومت از نوار غزه که زندگی ساکنان شهر تل‌آویو را در معرض خطر بزرگ قرار می دهد و امنیت اسرائیل را تضعیف می کند، به شدت محکوم کرده و هیچ اشاره‌ای به کشتار مردم غزه نمی کند. سخنگوی دولت آلمان مقاومت مردم فلسطین را حملات تروریستی مینامد و به شدت محکوم می‌کند. دولت فدرال آلمان نیز در کنار اسرائیل است و از حق دفاع اسرائیل از خود در برابر این حملات دفاع می‌کند. جوزف فورد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در تماس تلفنی با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ضمن تاکید بر حمایت از امنیت این رژیم حملات موشکی به اسرائیل را محکوم می‌کند. اما بن نورتون، روزنامه‌نگار آمریکایی، در پیامی در توییتر می‌نویسد: 42% از ساکنان غزه که توسط رژیم آپارتاید اسرائیل کشته میشن زنان و کودکان هستند، اما جو بایدن اون رو توجیه و از کشتار غیر نظامیان دفاع میکنه. اگه آمریکا از اسرائیل میخواست این حملات رو متوقف کنه یک شبه تموم میشد، اما آمریکا از قتل عام فلسطینیان حمایت میکنه.
ماجرای این روزهای سرزمین‌های اشغالی بسیار متفاوت از سال‌های آغازین انتفاضه فلسطین است. مردمی که روزی با سنگ به مقابله با تانک‌ها و بمب‌ها می‌رفتند، حالا با تغییر موازنه قدرت با موشک به مقابله با جنایت صهیونیست‌ها برخاستند. و تل آویو و شهرهای مهم فلسطین اشغالی را با بارانی از موشک هدف قرار می‌دهند. اگر می‌خواهیم چهره واقعی آمریکا و دولت‌های اروپایی مدعی حقوق بشر را بشناسیم، باید نگاه‌ها را به سمت فلسطین ببریم. آنجا که دفاع مشروع مردم فلسطین تروریسم خوانده می‌شود و کشتار کودکان و غیر نظامیان دفاع از خود نام می‌گیرد. این چهره واقعی و بدون رتوش غرب است. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.